نانهای قاق میخریم، دردهای که نداریم و زندگی که نمیدانیم به کجایش امیدوار باشیم. درد فقر و ناچاری از یک طرف و درد فرزند نداشتن از سوی دیگر. امروز احوال این خانواده ای دو نفره را گرفتیم که می گویند اصالتا از ولسوالی مالستان ولایت غزنی هستیم. کاکای نام از من کستا مرادلیه. یعنی من در کوټه که زندگی منم دیگه ما خوار ندارم، برار ندارم، دیگه یک هیچ کس اولادم ندارم، دیگه یک بچه ماما دارم در ایراد است و هم که دیستر است در من نداره دیگه. دیگه یعنی می حسابه دیگه کاکای. کار من دیگه این می نانی خاق جم منم. یک دو سه دانه بوز دارم دیگه، یعنی یک مایم یک خانم میه دیگه، قسم که نیه دیگه، فقط این دیگه کارگر ندارم، چیز ندارم. این ساعت هفته صبح از خانه مرم تا ساعت 11 در نانی خاق جمع. بعد از اون مایم دیگه مو بوزا و یک سه چهار دانه بوز که دارم، اما را قد خانم خاطی یک آو الاف منم یک خرجم دار تیان و میروم دیگه کار نیست دیگه. این میه خدیجه خوب آدمی، زن خوبه. خدیجه به خاطر از این زن خوبه که دم روزگار از من چندان نمیچله، من تنها هستم، موافقه نم نه این دمی روزگاری بعد از من توانوز گزاره که درفته من دیگه ما دوست رو. دیگه لاله من دمیش کس تک مویم یک شوار من دیگه کس ندرم برد که من خود نه برارون نسته. یکو 22 سال 23 سال مشارسیم ده دیگه این دمی کوچکم ده. یکو 20 سال میشه که نیش پاکستانم ده. دیگه روزگار من می دیگه خدا میگنه بنده میگنه سیزیان روزگار نمیشه. آنها از برخورد مردم نسبت به خودشان صحبت میکنند. این که فرزند نداشتن چه تأثیر روی زندگی و روابطشان دارد؟ از خاطر اولاد مرا دیگه باجی رضیت نمیدن. مقصد یک اینمی خواه مخواه کدام کسی قدمه و یک عداوت داشته باشد، یک گپ داشته باشد، گپش تانه دویه تانه میدیه خواه مخواه مگه تو بی اولاد هستی، روز دیگه مثلا تو از دنیا بری دیگه میراث فلانی میشی و فلان میراث از اون میشی. برادر جان عزیز تو بی غیرت هستی که اولاد نداری. اگر اولاد در جانب پروردگار دیگه او رو خوکست نمیتونه که خودش بگیر از پیش خداوند بزرگ. دیگه
ای صبر مگه مردم دیگه یک زخم زبان دره باجی یک دنه قومای از مو بوده بیچاره رقم از ما لولات نداشت دیگه او مگود ما که دولات که خداوند من نده که یک پروا نداره مقصد امی که مردم ما تا نمیدیه گفت ایران که زخم زبان منه دیگه منه اینمیش در ما خیلی دشواره خیلی مشکله علی ما مو گبه دیگه خواهم خواهد مو مردم دور زمانه مرقم است دیگه دیگه زخم زبان دره یک توره دره دیگه مردم خواهم خواه هر کس باجی از خود یک سیال حضرزاده دره مگه مسئله اگه این افغانستانه که چپو بود یک سیال داشت گرو بود یک سیال داشت اونجی هم گوار که میچرند گرو مگود هم مال که میچرند چپو مگود دیگه هر کس دمو مطابق هم دو چیز خو یک سیال حضرزاده دره دیگه خامخا یک چیز داره مردم دیگه گپ مگه پیش دکتر کدوم وقت رفته یعنی فهمیدیم که مشکل از کجا یا هیچ نفهمیدیم والا دیروزم ما قدی کاکای گفتم شانس باجی ما در دکتر بسیار زیاد رفتیم تقریبا از حساب که ما بیسینجم از افغانستان تا همین جارا را یکو اشتنو لگر پیر مصرف کدیم دیگه نتیجه از دکتر چندان ندیدیم دیگه دکتر همیتر مشخص معین نگفته که تقصیر یا از آبی امیده یا از توی برادر جان عزیز ایترم نگفت دیگه اونموتر منده دیگه سر در گم دوام ایری زیاد دوام ایری مخری بدرد نمکنه دیگه اید نتیجه نگرفته در پیش ملا مثلا مصرف کده در پیش دکترش مصرف کده دیگه نه خدا جان نداره دیگه تانس گوسفندا ده اینجا کاکا جان؟ آره کاکا گوسفندا اینم اینجا دیگه دمی چهار دیولی ها اینمی چهار دیولی از مردمه خب دیگه یعنی میر گوسفندا را اینجا نگاه نمیم یک دو سه دانه دو دانه گوسفند از ما یا دیگه شی بیخی از مردمه خونده ام دی چهار دیولی ها خب گفته که می گوسفندا ایم نگاه کده می چهار دیولی باش خب ها دیگه اینی حساب ای چند دانش از خود شما چند دانش از چند دانه از ما؟ سه دانه از ما دیگه چهار دیگه از مردم خب سه دانه از شما چهار دانه دیگه از دیگه همون که شیر میداد کدام بود خاله؟ همون آخری ها خب بسیار شیر خوشمزه داشت بازیارا چی زمان میخرین؟ در چند میخرین باز اگر یارا سودا کردین در چند سودا مونین اول بار میخری کاکا جان یارا کم ارزانتر میخری بعد نگاه منی همه علاف ملاف میدی دیگه ترماک شد یک کم قیمتتر سودا نیکی دیگه یکو مریضی موشه خدا نخواسته یک دیستنگ موشه دیگه درآمد نداره یعنی میار سودا منی برادر جان گذارم بله در کل یار بله روزای سخت نگاه آره دیگه برای روزای سخت که سختی باید دیگه درآمد نداره امی سوپ که است مرسونی نان خشکی جامونه یکو دو کیلو سه کیلو در روز خوب میره یک سه کیلو یا چهار کیلو میره کیلون سیرپی جامونه کیلون پنجرپی سودانی از دو کیلو چلرپی من از سه کیلو شستشپی من از چیز خال میشه دیگه خدیجه به کاکا مراد اجازه داده که زن دیگر بگیرد تا صاحب فرزند شوند. اما انگار قصه و ماجرای زن دوم تا
تلخ تر از زندگی بدون فرزند بوده. ما یک دفعه زن کردم کاکا جان، مقصد که اولاد نداشتم بخاطرم دو زن کردم. زن کردم او معتاد بود، شد خودش معتاد بود و براش معتاد بود. دیگه او موافقه نکرد، دیگه رفت. دیگه فقط یعنی میشد. اکثران در خانه کاکای چی چیزا میخورین؟ در خانه بجی که هست دال، لوبیا، بندی، دیگه بعضی روزا که کار نمیتونی، کار نیه، درآمد نداره، پیسش پیدا نمیتونی، اما دال و لوبیا و بندی رو هم پیدا نمیتونی. او تو روزهای هم شده که گوشنه هم خوابیده، دیگه که پریشان شده، پیسه نداشته و روزگار نیه دیگه، به روزگاریه دیگه، یعنی می حسابه دیگه. زندگی کاکا مراد و خدیجه همین است. یخچالی که خالی است، فرزندی که نمی آید، بیماری دوامدار، پیری، ناتوانی و حکایت های تلخ دیگر که ما اجازه نشر آن را نداریم. درون یک خانه کوچک در حومه شهر کویتا بسر می برند. نه دوستی دارند و نه کسی که بعد مدتها بیاید و حالشان را بپرسد. آنها نیازمند کمک است. می گویند خانه بدون سر و صدای بچه ترسناک است. نمی دانیم آینده برای ما چگونه باشد. اگر برای یکی از ما اتفاق بیفتد، آه، دشوار و دشوار و دشوار. آخرین حرفش خستگی یک مرد را نشان می دهد، بیپناهی یک زن را. روزا دیگه والله پریشانم دیگه باجی، یه خلاصه دلم خوش نیه. بعض روزا یکان دفعه که مورم همونجا چکر خودم یک کمک بلدیم خوشایند است، همونجا هم میگردم تا باوایم دیگه همشه دیگه هم میشه دلم فکر است و است، از فکر خالی نیم خلاصه دیگه اینمی دیگه دیگه خود دیگه خوش خلاصه چندان خوش نمیگذره دیگه، بخاطر امزی که فرایشانم دیگه، تنها هستم، اولاد ندارم دیگه، روزگار موافقه نم نه، مریض هستم، یه نمید سبایه میدید.